قدم اول مهمه خیلی هم مهم میدانید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید. همه رازهای مهاجرتی در TMTV تی خانم آقایان سلامی گرم درود بی پایان بر تک شما عزیزان در هر جای دنیا که هستید کلاس این ساعتمون در مورد دانشجوی عزیز هستش که در مورد در مورد ویزای دانشجویی گرفتن پذیرش سوال کردن و بتونن که به آمریکا وارد بشن رامین اولین سوال ما رو میپرسه و میگه که آی کاملی خیلی ممنون از برنامه‌هاتون آقای کاملی، من رتبه یک نیستم و رتبه هیجده هزار هستم میدونم رامین از کجا اینو داری میگی من فکر کنم یه هفته یا دو هفته پیش بود گفتم که میدونید من آرزوم یک روزی رتبه های دو سه چهار کنکور ایران یا دانشگاه تهران رو ببینم برای اینکه خیلی از اشخاصی که دفتر ما میان مادر پدران میگن آی کاملی میدونی که بچه من شاگرد اول دانشگاه تهرانه بچه من رتبه اول کنکور ایران بوده و خیلی که صحبت میکنیم میگن که بی بی من حرف اول رو میزنم و فلان جا رونیسا من همیشه آرزو بوده که دوم سوم یا و بقیه رو ببینم و الان رامین میگه که من رتبه یک نیستم و رتبه هیچ در هزار هستم رامین خیلی خوشحالم که با شما ملاقات میکنم <تصفح> آشنا میشم از اینکه حقیقت رو من گفتیم متشکرم رامین ادامه داده و میگه که من متولد سال 93 هستم و مجرد در دانشگاه آزاد واحد کرج تحصیل میکنم در مقطع کارشناسی و رشته مهندسی کار میکنم و نزدیک 14 الی 15 معدلم هم 14 الی 15 هستش ام ترم های آخر رو دارم میگذرونم و دوست داشتم واسه ادامه تحصیل وارد خاک ایالات متحده یا کانادا بشم در کانادا یه دوستی دارم که میتونه که به هم می کمی کمک کنه و در آمریکا خیلی غریب خواهم بود خواستم این ادامه تحصیل خوبی داشته باشم در کدومشون کنم کدوم که کشور بهتره ببین کانادا من شنیدم که تازگی یه کمی ممکنه که راحت تر بتونی ویزای تحصیلی بگیری روی حساب من کاری که میکنم آم برای فکر کنم که یه کمپانی هستش که داره تبلیغ میکنه و مورد اعتماد ما هستش برای کانادا بهش من اینو میفرستم که برا برای شما, برای بتونه که اطلاعات کانادا رو بفرسته برای آمریکا گفتی که کلا چه نمره ای میدی به پرونده من از یک تا ده من به پرونده شما که بتونی ویزات رو بگ پذیرش بگیری ویزا بگیری بورسیه بگیری از یک تا دوام پرونده دو یا سه میدن برای آمریکا مخصوصا قسمت بورسیه با معدلی که شما داری ممکنه که کمی برات سخت باشه تو آمریکا بورسیه بگیری ولی کن برای برنامه کانادا میتونی که کمی نگاه بکنی من اینا به بچه ها میگم که برات اطلاعات بفرستن یادتون نره دوستان ما پرونده کانادا قبول نمی کنیم. کاری که ما انجام دادیم اینه که کسایی که مورد اعتماد هستند در کشورهای مختلف بتونیم که زیر یه مجموعه بیاریم تو برنامه های تیم که شما بتونید که باشون در تماس باشین بهشون رجوع کنید و بتونید که باشون صحبت بکنید و اطلاعات و حقیقتا به شما بگن و رنزه رو راستی باهاتون کار کنن ببینید توی جامعه متاسفانه مهاجرت خیلی الان کلا کلا بازی شده روی حساب ما داریم سعی می‌کنیم که یک کمی جامعه مهاجر جامعه گروه هایی که کمک میکنن خدمات مهاجرتی بتونن عوض کنیم با ارائه دادن پرونده هایی که ارائه دادن اطلاعاتی که شما داشته باشیم و که بر حسب اون تصمیم بگیریم که آیا کسی داره بهتون دروغ میگه حقیقت میگه چه چیزی هستش فقط در مورد اطلاعات رسانیه محشید میگه که من فارغ و تحصیل ارشد شیمی, مدنی هستم لیسانس رو از دانشگاهی گرفتم نمیگم دانشگاه رو با معدل 16 و ارشد رو از پژوهشگاه شیمی مهندس شیمی ایران با معدل 17 و دارم در دو سمینار داخلی هم شرکت کردم مقاله دارم یک ثبت اختراع هم دارم و در حال حاضر یک مقاله ISI فرستادم و منتظر اکسپ شدنش هستم میخواستم برای پیچی در آمریکا اقدام کنم یک سوال این که بر برادر من کارمند یکی از مسائل دولتی هستش آیا این میتونه در گرفتن ویزا تاثیر داشته باشه نه شغل برادرتون با شما هیچ کاری نداره با وکیلی در ایران صحبت کردم گفتن در اطلاعاتی که برای سفارت میفرستم اسم برادرت رو وارد نکن اصلا ربطی نداره اگه همسرتون بود چیزی که میگفتم اگه هم برادرتون نه سوال دیگه این که در اکتبر سمیناری در تگزاس مربوط به زمینه کاریم برگزار میشه احتمال گرفتن ویزا برای شرکت در کنفرانس چقدر هستش به نظر من خیلی رو من دیرام اینام که از طریق کنفرانس های مختلف در ها اینجا میان مشید روی این حساب به نظر من اقدام بکن برای اون کنفرانس اسم تو بنویس اقدام بکن ببین که کنسول آمریکا چی میگه میخواستم از این فرصت برای صحبت حضوری با استادهای دانشگاه که انتخاب کردم استفاده کنم خیلی هم نظر خوبیه به نظر من اسنویسی رو انجام بده و هر چه زودتر وقت سفارت بگیر برای که زیاد وقت نداری اکتبر سه ما ام سوال بعدیمون رو محیا میپرسن میگن که من دیپلم فنی حرفه دارم و فوق دیپلم معماری از دانشگاه از دانشگاه, از دانشگاه، که نمیگم رو مدارک علمی مورد قبول کالج و دانشگاه آمریکا هستش بله اینکه مدارک پیش دانشگاهی ندارم مشکلی ایجاد نمیکنه برای پذیرش اگر که شما دوازده سال درس خونده باشین و میدونید این سوال خیلی خوبی بودش یه کمپانی هست به نام WES نقطه ORG WES نقطه ORG این کمپانی هستش که شما مدارکتون میفرستین و اینا براتون ولیوید میکنن و منازد تو شغل میگیرن دیویست دلار دولار میگیرن در کمپ آمریکا هستن که میگن مثلا این مدارک شما مثل دیپلومه مدارک شما مثل لیسانس فوق لیسانس هر چی هستش و حتما تشویقت میکنم که با اینها در تماس باشی ببینی که آیا مدارکی که شما گفتین اوکی هستش برای پذیرش گرفتن یا نه میخواستم رشته پرستاری بخونم این که مدارک دیپلم چیز دیگه هست ایرادی نداره نه اگه شما میدونید که مدرک دیپلمتون رو در ریاضی بگیرید ولی کن در, در علوم انسانی بگیرید ولی کن در پرستاری بخونید مسئله نیستش. بهتر پذیرش پرستاری بگیرم بیام یا پذیرش برای دوره زبان نه فکر کنم همون اگه پرستاری بتونی بگیری که خیلی عالیه اگر که نه دوره زمان ممکنه که گزینه خوبی برات باشه آم، فاطمه میگه که 18 سالم دانشجوی میکروبیولوژی هستم دارای مدرک زبان انگلیسی فرانسه و به صورت حرفه تنیس بازی میکنم مربیان متخصصان این رشته بازی منو برای عرصه های جهانی تایید کردن آفرین خیلی از مربی ها منو برای رفتن به آکادمی های معتبر تشویق کردن من و خانواده راش راهش را نمیدونیم لطفا اگه میشه منو راهنمایی کنید به اینکه من در خوابگاه دانشجویی هستم جواب منو از طریق ایمیل بفرستین جوابتم سر میکنم فاطمه جان از طریق ایمیل بدم بذار من اینجا این نوت برای خودم بذارم ولی جواب کلیت این هستش برای دانشجاهایی جاهایی که تنیس به عنوان آکادمی تنیس بری در ایالات متحده من متاسفانه جایی رو نمیدونم در کشورهای دیگه من دیدم که مخصوصا در کشورهای اروپایی همچین مدارسی و آکادمی هایی هستش اقدام میکنی پذیرش میگیری اقدام میکنی برای ویزای دانشجویی برای اون کشورها و اون ویزای دانشجویی هستش برای آمریکا هم همچین برنامه اگر که باشه امکان پذیر هستش ولی هر کاری که انجام میدی بعد از اون سوال بعدی اینه که اگه رفتی در اون کشورها موفق شدی و حتما هم خواهی شده شما بعد از اون چگونه گیرین کارت ها میگیرم چگونه اقامت آن کشور رو میگیرم در مورد کشورهای مختلف رو رو جمع بکن قبل از اینکه قدم تو برداری اعظم میگه که همسر من از طریق ویزای دانشجویی در مقطع دکترا میخواد وارد آمریکا بشه و چهلو سه سال سن داره و ما صاحب یک فرزند پسر سه ساله هستیم آیا راه کارهایی برای اقامت بعد از اتمام درس وجود داره و اینکه اگر اونجا ما بخواهیم فرزند دوم رو توی همین پروسه چند سال درسی به دنیا بیاریم اصلا تأثیری داره ببینید خانم اعظم فرزندتون اینجا به دنیا بیاد تا 21 سالگیش هیچ کاری برای شما نمیتونه انجام بده پس این در کنار وقتی وارد آمریکا میشه مقطع دکترا درس خوندین شما داری کارا رو انجام میدی بعد از اینکه دکتراتون تموم شد برای ایبی بی یک یا ای بی دو ممکنه که شما واجد شرایط بشین که اقدام بکنید و در اون موقع کسایی که در زمان تحصیلشون شوهر شما باید مقاله های زیادی بنویسه در کنفرانس های زیادی باشه روی مقاله هاش اشخاص دیگه نظر بدن با استادای دانشگاهش بتونه که مقاله بنویسه کتاب بنویسن روی این حسابه. اگر که این تحقیقات بشه و ایشون به عنوان یک نفری که در رشته خودش خوب هستش و آن رشته رو ممکنه که در ایالات متحده بر ازش استفاده بشه بهشون گرین کارت میتونن بدن نسب رشته رو درست باید و در حالی که دارن که ایشون کار میکنن باید که مقاله های زیاد بنویسن و خودشون رو آماده بکنن برای گرفتن گرین کار از طریق ای بی یک یا ای بی دو شادی میگه که از برای تحصیل در آمریکا اقدام نمیشه پدر من چندی پیش در دوبه جهد ویزای ای بی فای برای من دخترشون با شما ملاقات کردند از این, از این ویزا صرف نظر کردیم و برای تحصیل در آمریکا اقدام نمودم در رشته معماری مقطع کارشناسی بسیار عالیه از دانشگاه بسیار خوبی در سان فرانسیسکو پذیرش گرفتم و یک ماه دیگر وقت مصاحبه ویزای تحصیلی دارم این سوال رو دارم که خواهر من فامیل درجه یک حدود پنج سال پیش برای کارشناسی ارشد رشته الکترونیک به لس آنجلس رفت و بعد از اسمام آن مشغول به کار شد و ویزای تحصیلیاش را به کار به کاری تبدیل کرده آیا این موضوع برای روی گرفتن ویزای من اثر منفی دارد قاعدتا نباید داشته باشه برای اثبات اینکه من میخوام بعد از اتمام تحصیل به زادگاه خود بازگردم بیمار بودن پدر را عنوان نمایم میتونی عنوان کنی آره آره میتونی عنوان کنی حتما بکن حتما بکن من اتفاقا اینو الان ورش دارم من از شما تلفن رو بگیرم من برات میفرستم که تلفنتون رو برای من بفرستی نمیدونم تلفنتون عوض شده یا نه نوشته که پدر 18 بهمن سکته مغزی کردن من برات ایمیل میزنم که تلفن رو بدی که من حتما حال پدر رو بپرسم امیدوارم که هر چه زودتر خوب بشن و نمیدونم که ویزا تو چیکار کردی من به زنگ میزنم ازت اطلاعات بیشتر بگیرم ولی در مورد اینکه خواهرت اینجا هستش نه نباید که بر ضد شما استفاده بشه قاعدتا نباید بشه ولی کنسول که میدونید که هرچی که بخواد ماشاءالله تازگی تصمیم میگیرن آم فرزاد میگه که دو سالشه در ایران دانشجوی کامپیوتر هستش ایشون و دارن که لیسانسشون رو میگیرن آخر سال دومشون هستن و در دانشگاهی دارن درس بخونن که دانشگاهی هستش که روی آنلاین هستش و میتونه که در آمریکا هم قبولش داره ایشون در تهران زندگی میکنن و میخوان ببینن که آیا امکانش هستش که بعد از سال سومشون تموم شدهش در دانشگاه به آمریکا و در یک دانشگاه دیگه بیان چه انگلیسی قشنگ هم نوشتن فرزاد و ایشون میگن که سعی کردم که در نیویورک اقدام بکنم به خاطر مسائل مالی ممکن بودش که نتونم که پول تویشن بدم شهریه رو بدم اگر که سال چهارم وارد بشم زیاد شهری بالا نیستش و میتونم که اونجا تموم بکنم تحصیلمو آیا تصمیم خوبی هستش و برای لیسانس بیام برای فوق لیسانس بیام فرضا جان میدونی برای سال چهارم میتونی پذیرش بگیری ولی کنسول سوال ازت میپرسه میگه چرا سال چهارم داری میری اونجا تا هم که اینقدر انگلیسیت خوبه روی آنلاین هم برداشتی چرا همینطور کلاس ها رو ور نمیداری تمامش بکنی روی حساب به نظر من تموم بکن مدرسه رو برای فوق لیسانس بیام گرفتن فوق لیسانس پذیرش فوق لیسانس و ویزا گرفتن به نظر من خیلی شانس بیشتر خواهد رفتش که برای مقطع فوق لیسانس بعد از لیسانست بیای تا فقط سال چهارم لیسانست بیای اینجا فوق لیسانس اقدام کن لیسانس تموم بکن بعد از اون برای فوق لیسانس اقدام کنی فکر کنم شانست بالاتر باشه عرفان میگه که من مشمول سربازی هستم و برای ادامه تحصیل در رشته خلبانی با یکی از مدارس خلبانی در دیتونا بیچ صحبت کردم ولی چون زیر نظر وزارت علوم نیست نمیتونم ویزای تحصیلی بگیرم لطفا کمکم کنید برای خروج میتونم 15 میلیون وسیقه بذارم آیا دانشگاهی هست که خیلی معمولی و ارزون قیمت باشه ببین این دانشگاهی که شما میگی شما اگه ویزای F1 نگیری ویزای M بگیری برای خلبانی میتونی اقدام کنی چیزی که شما دارین میگین که این مدرسه خلبانی دیتونا رو ارفان جان برای ویزای F اقدام نکن برای ویزای M M مثل محسا اقدام بکن و از طریق ویزای M ممکنه که تو بتونی که بیا اینجا دوره رو بگذرونی برگردی خیلی از اشخاصی که دارن کلاس‌های خلبانی رو برمی‌دارن من دیدم که با ویزای ام میتونن که گرفتن اونجا و ویزای ام رو بگیری اون مسائل ویزای اف که باید زیر نظر علوم باشه وزارت علوم باشه اینا وجود نخواهد داشت آه ماهان میگه که من دانشجوی کارشناسی فیزیک هستم در حال حاضری که از دانشگاه آمریکا برای مقطع دکترا فیزیک پذیرش گرفتم و دو, دو ماه آینده قصد سفر به دوبه برای اخذ ویزا رو دارم سوال من اینه که چه مدارکی برای نشان دادن قصد بازگشت مجدد پس از اتمام تحصیل به ایران برای سفارت آمریکا لازم است آیا سند خانه یا سپرده بانکی به نام پدر یا مادرم باشد خوب است یا نه ببین خیلی این سوال مهمیه ماهان جان و خیلی از اشخاصی که پروندهشون رد میشه بر حسب این رد میشه که نمیتونن ثابت کنن که به زادگاه خودشون برمیگردن سند خونه مادر پدر خوب هستش ولی دلیل نمیشه که تو به خاطر اون برگردی ایران قاعدتا من دیدم که خیلی از اشخاصی که تونستن که ویزاشونو بگیرن یک تونه نامه از یک کارفرمایی در ایران میگیرن که مثلا میگن آقای کارفرما ماهان وقتی آقای کنسول ماهان رفتش آمریکا درس به خونه برگرده من کارفرما بهشون کار میدم یعنی از حالا داره سه سال دیگه بهش کار میده اون ممکنه کمک باشه به غیر از اون اگر که مسائلی باشه که مثلا خدایی نکرده ناخوشی در خانواده باشه که به خاطر اون مسئله شما باید برگردی آم اونا کمک میکنه ولی میدونید این سوال خیلی سخته که چگونه میخواین که این کار انجام بدین آم که بتونی که ثابت کنی به کنسول آمریکا که برمیگردی آم و سوالی هست که جدا جواب مستقیم نداره شما اگه حتی 100 تا سند هم ببری به آمریکا به کنسولگری آمریکا میگه خب که چی میری آمریکا یه دونه وکالت نامه میدی بقیه برات میفروشنش روی حساب سوال بسیار سختی پرونده به پرونده فرق داره و خیلی وقتا دیدم که ملت آسون رفتن ویزاشون رو گرفتن ویزای تحصیلیشون رو بعضی وقتام هم کنسول به هر دلیلی رد کرده روی حساب پذیرش تو که گرفتی اقدام بکن برای برای برای, برای ویزای دانشجویی و ببینی که چه چیزی کنسول خواهد کرد نیما میگه که سال اول دبیرستان هستش آفرین در مرسه دولتی معدلش خیلی بالاست از نظر درسی مشکلی نداره علاقه داره که به شغل خلبان مسافر بری داره خیلی برام مهمه که تو آمریکا زندگی کنم من با مسائل سیاسی کاری ندارم بلکه مهاجرت به آمریکا فقط برای زندگی بین مردم کشور آمریکاست و رسیدن به آسایش اول پدر من توی ایالت کالیفرنیا دوست نزدیکی داره که سیتیزنه و آیا اگه از نفرات برتر کنکور بشم دوست پدرم میتونه کاری برای من بکنه نیما آگ... دوست پدرت کاری نمیتونه برات بکنه که از سال اول اگه کنکور قبول بشی و نمرات بالا باشه. کسانی که بخوان از طریق شغلی وارد آمریکا بشن، ام باید که یک دونه ام کار خاصی انجام بتونن بدن فقط نمره اول کنکور دلیل نمیشه که شما بتونی که گرین کارت بگیری. ولی میتونه که کمکت کنه پذیرش بگیری برای دانشگاه. میتونه که کمکت کنه که اینجا بگی من ساپورت مالی میکنم نیمارو. اون از اون طریق میشه انجام میشد. دوم اینکه امکان داره من بتونم راه از راه این شغل یعنی خلبانی وارد آمریکا بشم نه از طریق خلبانی شما نمیتونی وارد آمریکا بشین برای کار خاصی نیستش برای آمریکا و اینو میدونم که باید بی خیال سرمایه گذاری بشم چون حقوق خلبانان تو ایران آنقدر کمه که حتی با ویزای ای دو هم نمیرسه چه برسه به ای بی پنج. متاسفانه در مورد حقوقایی که در ایران دارم میشنوم درست میگیم. سومی که من شنیدم بعد از حادثه 11 سپتامبر دیگه خلبان مسلمان نمیپذیرن آیا این درسته نه کاملا اشتباه هستش پرونده های خلبانی ما خیلی دیدیم و حتی مدرسه خلبانی که یکی از دوستان پرسیده بود که در مورد دیتونا پیچ بودش من دیدم که خیلی آمدن اینجا خلبانم شدن دارن کارم میکنن در سایت مانستر جستجو کردم ولی چون سایت انگلیسی بوده چیز زیادی دستگیرم نشده آیا به نظر شما رفتن دنبال این شغل کار درستیه؟ ببین کار درستی ممکنه باشه برای ایران به نظر من با گرفتن خلب مدرک خلبانی و داشتن مدرک خلبانی از خارج از کشور برای کسی که گیرین کارت آمریکا رو نداره پیدا کردن شغل در ایالات متحده بسیار سخت خواهد بودش بسیار سخت خواهد بودش ماهان میگه که من دانشجوی کارشناسی فیزیک هستم و در حال حاضری که از دانشگاه آمریکا برای مقطع دکترای فیزیک پذیرش گرفتم ماهان جواب تو من دادم فکر کنم نه نه ماهان؟ هم گفتی که قصد سفر به دوبه رو داری فکر کنم ماهان بود آره ماهان بودش ماهان خود ماهان خودمونه ولی ماهان حالا سوالی که کرده تو برای ما این زدی آیا اگر از گواهی شرکتی که متحد است پس از بازگشت من از ایران از آمریکا به ایران مرا در شرکتشان استخدام کنم میتوان به عنوان مدرکی برای انگیزه بازگشتم به کشور تلقی کرد و بله <applause> همون چیزی که من گفتم بله ماهان جان میتونی که اگر که مدرکی داشته باشی شما که از ایران که یک دانش شرکتی میخواد تو استخدام کنه چیز خوبی هستش که به کنسولگری آمریکا ارائه بدی بگی که همش شرکتی هستش میخوادش منو بعد از اینکه درسم تموم شد استخدام کنه ولی باز هم هیچ گارانتی نیستش ولی حداقل مدرک خوبی هستش حامد میگه که من به همراه پذیرش دانشگاه آریزونا جهت اخذ ویزا به سفارت آمریکا در آنکارا مراجعه کردم تمام مدارک مورد نیاز رو به همراه داشتم ولی متاسفانه درخواست ویزام رد شد به نظر خودم موارد منفی من داشتن خواهر مقیم, مقیم, در آمریکا و ثبت نام لوتوری بود آیا شانس مجددی برای مراجعه وقت ویزا دارم بله دارید یا یک بار رد شدن به معنی از دست دادن فرصت تحصیل در آمریکا باشد خیر میتونید دوباره اقدام بکنید و ببینید که چه چیزی میگن فقط مدارکی که باید داشته باشی که نشون بده که برگری به آم ب... از آمریکا بخوای که برگری به ایران داشتن خواهری که گرین کارت داره در ایالات متحده فکر نکنم که دلیل بشه آم که شما ب... شما رو به خاطر اون رد کن اگه خواهرت سیتیزن بود و برای تو اقدام کرده بود که گرین کارت تو بگیری یه چیز دیگه بهت میگفتم مهدی میگه که من دانشجوی دکترای بر... یکی از بهترین دانشگاه های ایران بوده و تصور میکنم تا سه ترم آینده دوره دکترای این جانب به اتمام برسه در ضمن دارای مقالات متعدد بین مدرک آیلز و سابقه تدریس دانشگاهی هستم عضو هیئت علمی دانشگاه میخواستم برای مهاجرت به آمریکا اقدام نمایم با توجه به اینکه سرمایه چندانی برای بی 5 و حتی ای و ای, ای, ای دو ندارم میخواستم از طریق دکت اقدام کنم دکت ویزای کار میخواهد یا ویزای دانشجویی ویزای دانشجویی آم. آیا بعد از بستگی داره چه کاری رو انجام بدید من دیدم که بعضی از پست داکتا هم با جیوان اومدن یا اینکه با ایچ اومدن برای که قاعدتا میتونید که با هر کدومش اقدام بکنید آیا پس از پست امکان کسب گرین کارت و اقامت برای بنده و خانواده وجود دارد بله آیا امکان جذب به صورت هیئت علمی دانشگاه در دا ایالات متحده می باشد خیلی خیلی مخصوصا در رشته شما دکترای برق ببینید سالی که محدی میکنه و بذارین که روی سخنما بکنم من برای تمام دانشجوهای عزیز دو تا مثال داشتیم که اشخاص گفتن که سرمایه ندارم که برای ای بی پنج یا ای دو اقدام کنم چرا؟ دارید شما دارید ای بی پنج الان با 500 هزار دلار سرمایه مالی که داریم صحبت می‌کنیم پولی حسابش کنیم 500 هزار دلار میذارن ملت دو سال تا سه سال طول میکشه شما بزرگترین سرمایهتون علمتونه دانشتونه کسانی که با علم و دانششون اقدام می برای گیرین کارت EB2 نه E2 E2 مورد ویزای سرمایه گذاریه. EB2 مثل EB 5 برای سرمایه گذاری هستش گیرین کارت سرمایه گذاری، EB2 و EB 1 برای اشخاصی هستش که درسشون رو درست خوونن نقطبه هستند. دکترا دارن فوق لیسانس به بالا دارن و در رشتهشون خوب هستن مقاله نوشتن زحمت کشیدن در رشته تحصیلیشون اونا چهار تا شش ماه جواب مثبت یا منفیشون از اداره مهاجرت آمریکا میاد و در حدود زیر دو سال میتونن که وارد آمریکا بشن دقت کردین ای بی 50 دو تا سه سال بعضی وقتا بیشتر 500 هزار دلار گذاشته شما با علم و دانشتون زیر دو سال کدومش بهتره رو خواهش میکنم در مورد این مسئله که چون که ای بی ممکنی سرمایه مالی منقدر نباشه نتونم اقدام کنم هم فراموشش کنید کاملا فراموشش کنید دنبال درس و دانش باشید دنبال علمتون باشید دانشجو دانش آموز یه کار انجام میده و اونم کارش درس خوندن هستش و کار رو درست انجام بدین کارتون رو در رشته خودتون درست انجام بدین مطمئن هستم موفق میشین چرا؟ چون که خود ای بی گفته گفته ببینید قانون ای بی دو رو شما نگاه کنید ای بی دو که برای اشخاصی است که از طریق علم و دانششون مثل مثل مهدی که داشتش میگفتش که درس چه خونده مقاله نوشته مقاله نوشته الان تو تدریس داره میکنید در دانشگاه نزدیک به هفت ساله با مربی هم هستش در عضویت هیئت علمی دانشگاه رو داره از این طریق رزمه کاری خودش خوبه مقاله بیشتر بنویسه میاد اینجا پست داکتراش رو انجام میده فوق دکتراش میخواد انجام بده و به غیر از اون اگر که شما در کنفرانس های مختلف مقاله های زیاد می نویسید کتاب می نویسید با ما در با در دانشگاه رابطه علمی دارید میتونید که کتاب های بیشتری بنویسید و مقاله ها بنویسید و خودتون رو در رشته خودتون مطرح کنید چرا به شما ای دو ندن ما الان در ارز سه ماه اخیر 6 تا پرونده قبولی ای دو داشتیم خوبه کسانی مثل شما بودن که برنامه من رو دیدن حرفای من رو گوش دادن گفتن آقا کامل اقدام کنیم روی این حساب دنبال علم و دانش رفتن بسیار خوبه کارتون رو درست انجام بدید کسانی که این برنامه رو نگاه می‌کنید 15 18 22 سالتون کار شما درس خوندنه کسانی که این برنامه رو نگاه میکنید سن شما ممکنه که در دهه 30 تون باشین یا در دهه 40 تون باشین میخوام بریم فوق لیسانس بخونید دکترا بخونید برید این کار انجام بدیم سن یک شماره است به من و شما هیچ ربطی نداره دنبال علم و دانش باشید چون که اگر که دنبال درس خوندن و نمرات خوب برنامه ریزی درست انجام بدین این برنامه ها را گذاشتیم که شما برنامه ریزی درست بکنید با ای بی دو و ای بی یک میتونید که وارد کشور بشین ایمیل برای ما بزنید بگین اطلاعات ای بی دو اطلاعات ای بی یک ما براتون میفرستیم نگاه بکنید چه کارهایی باید انجام بدید و همین ایمیلی که پایین پایین صفحه هستش بفرستین سابجکتشو بزنین ای بی دو بنویسین ای بی یک ما براتون اطلاعاتو میفرستیم ببینید چه کارهایی میشه انجام داد بعد برنامه ریزیتون رو انجام بدین یادتون نره چرا من و شما بگیم نه پذیرش میگیرید کنسولگری اقدام میکنید ویزای دانشجویی میگیرید ندادن ندادن ویزای دانشجویی تو خود ایران میتونید که شما در مقطع دکترا اقدام کنید الان این کسانی که قبول شدن اینجا دکتراشون در ایران گرفتن عضو هیئت علمی ایران بودن مقاله در ایران نوشتن کنفرانس ها رو از ایران رفتن انجام دادن میتونید انجام بدین فقط از نشنیدن ناراحت نشین از رد شدن پروندهتون در کنسولگری ناراحت نشین از اینکه کنکور رتبتون بالا نبوده ناراحت نشید سوال این نیستش که ما چند بار زمین خوردیم سوال اینه که چند بار تونستیم بلند شیم بعد از زمین خوردنمون هیچ وقت امیدتون از دست ندید مطمئن هستم که به هدفتون میرسید ولی درست عمل کنید با اطلاعات درست از اینکه وقتتون من دادین متشکرم تا جلسه بعد که با همدیگه گفتگویی داشته باشیم برای تک تک شما ایزان شب و, و روزهای بسیار عالی رو آرزو میکنم متشکرم خدا نگهدار قدم اول مهمه خیلی هم مهم دارید قدم اول در هر تصمیمی داشتن اطلاعات درسته برای به دست آوردن اطلاعات صحیح و درست در امور مهاجرت می توانید با برنامه قانون مهاجرت همراه باشید همه رازهای مهاجرتی در تی, ام تی